دوباره خوش آمدین عزیزان و یک سلام مجدد خدمت خوبان که تازه به برنامه نوتین پیوستین و بحث امشب ما هم در رابطه به اعصاب ناحیه اندام تحتانی یا لوور لیمب نرف می باشه که قبل از وقفه در رابطه به اعصاب فیمورال و همچنان اعصاب ابتراتور برتان اونا را معرفی کردیم که از کجا شروع می شد، از کجا منشأ می گرفت و کدام قسمت ها را تاثیر می کرد و کدام بخش ها شامل او اعصاب می شدند. و فعلا هم میایم سر اعصاب سیاتیک یا بزرگترین اعصاب بدن هست که شاید شما هم شنیده باشین در رابطه وقتی که یک نفر پایش مثلا درد می داشته باشه یا بعضا البته پیچکاری که صورت میگیره در عضله، در عضله گلوتیوس، عموما از گروپ گلوتیوس می باشه که در اون ناحیه وقتی که فرد ماهر نباشه متصوره که به عصب سیاتیک صدمه وارد میکنه و شخص دچار فلج موقتی میشه. و پس خیلی هم متوجه باشین و ما هم به همین خاطر یادآور شدم برتان که اگر میخواین که آموزش ببینین، البته در مدل ابتدا و بعدا در فرد، به خاطر که مشکلات را در پای نداشته باشه. و شما ازان هم فعلا عصب سیاتیک برتان به معرفی میگیریم که عصب سیاتیک از جمله بزرگترین عصب خود بدن می باشه که از به هم پیوستن عصب L4 تا S1 قسمه که شما میبینین در این مدل، البته اینی قسمت میشه L4، این ناحیه L4 هست که از L4 میاید تا البته در پشت سر که ساکروم هست، از L4 ای ساکروم میشه تا به S3 را که میشه S1, S2 و S3 تا قسمت S3 را، البته از L4 تا S3 را این منشأ میگیره. از به هم پیوستن اینمی اعصاب شروع میشه که با عبور از عضله پرفورمیس که در این ناحیه قرار داشت، از عضله پرفورمیس البته عبور میکنه، میبینین در این قسمت وقتی که عبور کرد از عضله پرفورمیس اینی قسمت هست، این قسمی عبور میکنه و از گریتر سیاتیک ناچ یا سوراخ بزرگ سیاتیک که در این تصویر البته بهتر این قسمت بود در پشت سر، از گریتر سیاتیک ناچ که اینی ناچ بود، از این قسمت از وقتی که از عضله پرفورمیس عبور کرد و همچنان از گریتر سیاتیک ناچ ترک میکنه و وارد ناحیه گلوتیال میشه که این ناحیه به نام ناحیه گلوتیال یاد میشه. وقتی که وارد ناحیه گلوتیال شد و بعدا از طریق از او وارد کمپارتمان خود خلفی ران میشه، میبینید در این قسمت پشت ران هست دیگه، پستریور ران میباشه که وارد کمپارتمان خلفی ران میشه. وقتی که وارد از او شد، از اوجا به دو شاخه اصلی تقسیم میشه، یک شاخه وقتی که در قسمت وارد شد دی پا بیشترن دی پا خوبتر برتان به معنی گرفته، میبینین وارد کمپارتمان خلفی ران شده، وقتی که در اوجا وارد شد به دو شاخه اصلی تقسیم میشه. میبینین یک شاخهش به نام کامان فیبولار هست که به استخوان فیبولا رفته، در این قسمت این استخوان فیبولا هست به استخوان فیبولا رفته، و یک شاخه دیگهش به نام تیبیال هست که به نام تیبیال نرف هست که میبینین در این قسمت به استخوان تیبیا رفته و تا پشت پا ادامه داره و بخش های خلفی خود اعصاب L4 تا S2 همی اعصاب فیبولار مشترک میباشن، یعنی بخش های خلفی که از البته L4 تا S2 را منشأ میگیرن، بخش های پشت سرش میاین این قسمت تا به استخوان فیبولا که به نام کامون فیبولار نرف است یا اعصاب فیبولار مشترک میباشد او قسمت، و بخش قدامیش که این قسمت میباشد، البته از بخش قدامی خود L4 تا S3 را البته دو شاخه داشته، یکی به طرف پاستریور یکی به طرف انتریور، که بخش خدامیش که از این قسمت وارد میشه میایه به قسمت استخوان تیبیا هست که استخوان تیبیا را ای تشکیل میده و عصب رسانی میکنه اون ناحیه را تصیب میکنه. پس عصب سیاتیک کدام بخش ها را تصیب میکنه؟ یکی تمام عضلات کمپارتمنت خلفی ران هست که چون از خلف گفتیم که از پشت سر عبور میکنه، تمام عضلات که در اون ناحیه قرار دارن اونا را تصیب میکنه، و دیگه تمام قسمت که از عضله ادکتور مگنوس و که از البته قسمت از عضله ادکتور مگنوس تصیب میکنه چون او خودش در ایشیوم قرار داره و از ایشیوم منشأ میگیره، به او خاطر یک قسمتش توسط سیاتیک نرف تصیب میشه، و همچنان تمام عضلات ساق و خود پاره، عضلاتی که در قسمت ساق قرار دارن و در قسمت پا قرار دارن، تماما توسط عصب سیاتیک تصیب میشن و پوست سطح خارجی خود ساق و همچنان کف پا
البته پوست خارجی شه امی عصب تصیب میکنه و ما توسط امی عصب حسیت و درک میکنیم و پاها حرکت میکنه، عضلات که دوجه قرار داد تماما توسط امی عصب سیاتیک تصیب میشد. خب عصب گلوتیال هست که عصب گلوتیال سوپریور داشتیم یا بالایی و همچنان عصب گلوتیال پایینی یا انفریور داشتیم که اگر در تصویر برتان به معرفی بگیریم اگر باشه در کتاب، خب خیر ما کتاب برتان نشان خواهد دادم. خب این ناحیه البته به زبان عامیانه ناحیه سورین به نام گلوتیال یاد میکنن که یک گلوتیال بالایی داریم یک گلوتیال پایینی داریم که شما هم میبینین در این کتاب که میبینین شما این سیستم عصبی از کلن که میبینین از این قسمت وارد شده و ما برتان نام خواهم گرفتم از این قسمت، میبینین که از الیک شروع شده تا به الچار، همچنان ساکروم هم میبینین شاخه هایی که از ساکروم جدا میشه، گفتیم که به طرف پیش رو و به طرف پشت سر میره و همچنان شاخه هایی که از الیک تا الچار منشأ میگیرن، میبینین در این تصویر که در بدن ما هم همچنان قرار داره اعصاب به می شکل میباشه و اینجا رنگ زرد برتون نشان داده تماما اعصاب که این لامبر ساکرال ترانک هست، میبینید که تنه اعصاب لامبو ساکرال است که از لومبر و ساکروم این منشأ گرفته، این قسمت از ساخته به نام لامبو ساکرال ترانک یاد میشه. الیک هست، ال دو، ال سه، همچنان الیو اینگوینال نرو هست که در این قسمت قرار داره و همچنان انتباقی اعصاب که در این قسمت قرار داره و منشأ گرفتن رفتن به طرف پایین و بخش های مختلف تصیب کردن در این ناحیه قرار دارد. خب امید است که اعصاب و شناخته باشین و اگر متبقی انشاءالله در برنامه آینده برتان به معرفی میگیریم. فعلا یک میان برنامه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.